اعتراضی 5000 تن از مردم فرخشهر. اعتراض های کارگری در بندر عباس، بوشهر و پاوه. تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان 1000 تخت خوابی تهران. اعتراض به طرح ننگین توزیع سبد کالا در خرم‌آباد و شوش. حرکت اعتراضی کشاورزان در اصفهان. اعتصاب قضای دستگیر شدگان اهر. دستگیری بیش از 600 تن از هموطنان بختیاری در دسفول. فشارهای ضد انسانی بر زندانیان سیاسی زندان اوین. بیش از 5000 تن از مردم فرخشهر از توابع شهر کرد در اعتراض به ساخت تونل غیر استاندارد گلاب و بهشت‌آباد و خشک شدن زاینده رود در تالار این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: تا آخرین قطره خون خود ایستاده ایم و چهارمحال و بختیاری بیدار است. پرستاران بیمارستان 1000 تخت خوابی تهران روز چهارشنبه 3 بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه تجمع کردند. پرستاران این بیمارستان 3 ماه است پیگیر مطالبات خود هستند. رژیم چپ و ولگر آخوندی علاوه بر پرداخت نکردن کارانه ها به پرستاران 10 تا 15% آن را نیز کم کرده است. بیش از 200 تن از کارگران شرکت سازوپاد از مجموعه شرکت‌های پالایشگاه بندرعباس دست به اعتصاب زدند. کارگران اعتصابی از شهریور ماه تا کنون هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکردند. جمعی از کارگران شرکت کولهایم در پاوه در اعتراض به اخراج بی‌رویه کارگران و پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده روز شنبه 3 اسفند در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند. کارگران فاز 13 و 19 پتروشیمی در اصلویه بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده دست به اعتصاب زدند. اعتصابیون گفتند از مهر ماه تا کنون حقوقی دریافت نکردند. نمایندگان بیش از 50 روستای شرق اصفهان در اعتراض به محرومیت از آب کشاورزی در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند و خواستار حق آبه خود شدند. جمعی از اهالی عبدالخان از توابع شهرستان شوش روز چهارشنبه 3 بهمن در اعتراض به طرح ضد مردمی توزیع سبد کالا تجمع کردند. مردم خرم‌آباد روز پنجشنبه 1 اسفند در مقابل کلیه فروشگاه‌های توزیع سبد کالا تجمع کردند و به نحوه توزیع تخم مرغ اعتراض کردند. ساکنان خیابان ساحلی خرم‌آباد، به خصوص ساکنان بین پل دارایی‌زاده تا پل شهدای این شهر در مقابل شهرداری رژیم تجمع کردند و به وضعیت نابسامان این خیابان اعتراض کردند. دشخیمان رژیم آخوندی برای فشار بر زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین از روز شنبه 3 اسفند آب گرم آنان را قطع کردند. دشخیمان این اقدام را ناشی از نبودن گازوئیل و کمی بودجه عنوان کردند.